درود بسیار فراوان به شما بینندگان عزیز. صحبت امروز ما از داریوش خواننده محبوب می باشد. داریوش اقبالی خواننده آزادی خواه روز جمعه 19 نوامبر در برلین خواهد بود. به جرأت می توان گفت که داریوش از محبوب ترین خوانندگان ایرانی است که سبک موسیقی و تونالیته صدای او همواره به دل شنوندگان آثارش نشسته و می نشیند. او صدایی دارد از جنس بغض و حسرت آزادی. او صدایی است که همدم تنهایی سه نسل بوده و هست. سه نسلی که خود در تکاپوی آزادی و به دوباره می سازمت وطن می اندیشد. سه نسلی که همیشه در خلوت خود با حزن صدای داریوش می گرید و در غم صدای او شاد می شود و به همان شادی حزن‌انگیز بسنده می کند. سه نسلی که عشق و دوستی هایش به شکل ترانه های داریوش شد و معیار عشق در صدای او پیچیده شد. سه نسلی که در گوناگونی سیاست باز می تواند در یک رنگی صدای داریوش یگانه شود. داریوش اقبالی متولد 15 بهمن ماه 1329 از پدر و مادری آذری متولد شد. او به صورت رسمی از 19 سالگی با گروهی به نام 6 و 8 با چشمک که در تلویزیون ایران شوهای هفتگی داشت با کارگردانی آقایان فرشید رمزی و پرویز مقصدی، کیوان، افشین، نلی، اونیک و ماسیس شروع به کار کرد. پس از مدتی کوتاه صدا و تصویر داریوش به پرده سینما هم کشیده شد و خود او بازی در چند فیلم سینمایی را تجربه کرد. داریوش حدود 28 آلبوم ترانه دارد که از اشعار شعرای بزرگی سود جسته است. اشعاری از احمد شاملو، سیمین بهبهانی، نادر نادرپور از آن جمله اند. داریوش از شعر شاعران کلاسیک هم در آثارش سود جسته است. از آخرین کار وی که مجموعه ای از اشعار رومی است میتوان نام برد که با استقبال ویژه‌ای روبرو گردید. در آلبوم رومی فرامرز اصلانی و رامش داریوش را همراهی کردند که اثری ماندگار است. مثل دیگر آثار داریوش که زمزمه آن جزئی از ادبیات شفاهی مردم ما شده است. داریوش جزو محدود خوانندگانی است که با جامعه خود فاصله چندانی ندارد و در متن جامعه زندگی می کند. به علت استقبال بیشمار جوانان ایرانی همواره به مسائل آنان می پردازد و در اجتماعات پناهندگان ایرانی مقابل ادارات و اماکن سازمان ملل و پارلمان اروپا برای دفاع از حق پناهندگان ایرانی به اکسیون‌های مختلفی پرداخته است. از دیگر فعالیت‌های او مبارزه با بلای خانمانسوز اعتیاد است که داریوش در کلیه برنامه‌های خود به این موزل بزرگ اشاره دارد. کتاب تولد دوباره از انتشارات نگاه سبز که اینک کتابی نایاب است توسط داریوش به علاقمندانش توصیه می شود تا شاید این کلید نجات به دست دیگر معتادانی بیفتد که گرفتار این سیاهی اند. داریوش از جنس من و ماست. داریوش از استبداد دلگیر است. داریوش از فشار محدودیت های اجتماع در خفقان است که فریاد می کند دوباره می سازمت وطن به امید آن روز. وطن اگرچه با خشت جان خیش ساتو
چون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش اگر چه